سلام بچه ها، میتونم ازتون خواهش کنم چند لحظه بشینین و به داستانی که براتون تعریف میکنم گوش بدین؟ ستاره خداوند. در خیابونای نیویورک بادی سردی میوزید. سامی کلاهش رو روی گوشاش کشید. اون هر روز عصر همراه پدرش برای قدم زدن میرفت. ماشینا با سرعت از کنارشون رد میشدن. صدای ترمزشون میومد و زنا با دستایی پر از نایلون و بسته به طرف اتوبوسا هجوم میبردن. همه یه عجله داشتن. پدر، معنی اون چیه؟ پدرش که غرق در افکارش بود پرسید: منظور چیه بابا؟ ستاره پدر، ستاره، میبینی؟ اون با هیجان به پنجره یکی از خونه‌ها اشاره کرد. اونجا شمعی روشن بود که شعله‌اش مثل ستاره‌ای در تاریکی می‌درخشید. اونا برای پسرشون یه شمع پشت پنجره روشن کردن. پسرشون به جنگ رفته و از اینجا خیلی دوره. با دشمنای ما می‌جنگه. اگه گلوله‌ای به اون بخوره، اونا شمعو خاموش می‌کنن. کمی که جلوتر رفتن، پدر با خود فکر می‌کرد: امیدوارم که هرگز مجبور نباشم شمعی برای پسرمون روشن کنم. سامی همینطور به دنبال ستاره ها میگشت. ای پدر، ببین، یکی هم اونجاست و یکی دیگه. نگاه کنین، اونجا دو تاشن توی پنجره قرار دارن. شاید این خانواده دو تا از پسراشون به جنگ رفتن. در انتهای خیابون سامی سرشو بالا کرد و ناگهان ایستاد. نفسشو طوری حبس کرد که انگار یه چیز عجیبی اتفاق افتاده. پدر، اونجا رو نگاه کن. اون ستاره شب زهره رو توی آسمون تاریک پیدا کرده بود. پدر، خدا هم یه پسر داره؟ اونم یه ستاره پشت پنجرش گذاشته. بله، خدا فقط یه پسر داره. اونو به زمین فرستاد تا توی این جهان با شیطان بجنگه. اون پسر برنده شد، نه با اسلحه بلکه با عشق. ولی او حتی دشمنای خودش رو هم دوست داشت، حتی کسایی که اونو روی صلیب بردن. خداوند او رو دوباره زنده کرد. به وسیله اون ما هم میتونیم با خدا و بقیه مردم تو آرامش باشیم. بعد از اون سامی بیشتر وقتا درباره ستاره پشت پنجره و کسی که توی این دنیا زندگیشو داده و با شیطان جنگیده بود فکر میکرد. عیسی برای ما آرامش آورده و هنوز جنگای بسیاری وجود دارن که ترس و رنج ایجاد میکنن بچه ها. اون هیچ وقت خاموش نمیشه. کسی که صلح و رستگاری رو برای همه آورده و به اون میگن عیسی مسیح. هر چه جان دارد خداوند را بستاید. هللویا.